نزدیک به 7 ساله که در کانادا داوری کشتی میکنم. من قبل از اینکه داوری رو شروع کنم خب با کشتی غریبه نبودم. من یادم بیاد که هر سال از زمانی که بچه بودیم شهریور ماه منتظر بودیم مسابقات جهانی کشتی شروع بشه بشینیم پای تلویزیون. میگم فراتر از علاقه بود، به خاطر اینکه دایه من کشتی ها رو تحلیل میکرد، کشتی ها رو خیلی قشنگ از یه نگاه متفاوتی میدید، این نگاه رو من منتقل کرده بود و من در واقع در فهم و تحلیل کشتی خیلی قبل‌تر از اینکه داور کشتی بشم در واقع فکر می‌کنم توانایی اینو داشتم که کشتی رو بفهمم. در فهم کشتی هیچ مشکلی نداشتم. خب یکی از آرزوهام واقعا بود که کشتیگیر بشم، ولی خب نشد. ولی فکر کردم که میتونم حداقل با داوری کشتی جبران کنم. حدود سال 2012 بود که تصمیم گرفتم برم دنبال آرزو، و آرزوی من این بود که فراتر از تئوری و فراتر از حرف به خودم ثابت کنم که من کشتی رو دوست دارم. میخواستم بر ترس هام غلبه کنم، به آرزوهام برسم. اون روزی که درجه ملی رو گرفتم دقیقا یاد روزی افتادم که اولین بار روی تشک کشتی سوت زدم، یاد تمام اون استرس ها، هیجانات و تمام اون مسیری که اومدم. من فکر میکنم توی رسانه خودم توی رادیو سکت کشتی تلاشم بوده که از این دید نگاه کنم که ما برای رسیدن به سکو موانع خیلی بزرگی رو باید پشت سر بذاریم و همه چیز نتیجه نیست، همه چیز مدال نیست، همه چیز نفر اول بودن نیست. ما باید راه رسیدن به سکو رو بارها تمرین کنیم، بارها از موانع بگذاریم تا ارزش اون کاری رو که به دست میاریم، نتیجه رو که به دست میاریم بدونیم. هر ثانیه های آهن مچکایی از رشیدوف گرفت که منجر به بیرون رفتن رشیدوف از تشک کشتی شد و در واقع رشیدوف کاملا روی کور رفت و 2 امتیاز داشت و داور وسط 2 امتیاز رو داد. یک جور وظیفه شده برای من، یعنی یک جور قرارداد با خودم هست که باید هر سال مسابقات جهانی یا المپیک رو حضور داشته باشم. وقتی شخصا خودم رو توی مسابقات میبینم با در واقع با چالش های زیادی روبرو میشم، با مخالفت ها رو میبینم، برخورد ها رو میبینم و من فکر میکنم با توجه به تجربه ای که از حضور در مسابقات داشتم بزرگترین مانع رو در جهت پیشرفت، حالا نه فقط خودم، هر زنی در زمینه ای در رشته ای مثل کشتی، فکر من مانع فرهنگی میدونم. کافیه یعنی شما یک زن و یک مرد رو بذارین که در مورد یک موضوع یا یک مسابقه بخوان تحلیل کنن، هر دو دانش کافی و یک اندازه داشته باشن، ولی همین که شما زن باشین سریع بهتون شک میکنن که آیا تحلیلتون درسته، آیا دانش کافی برای این کار دارین.